1984 نوشته جورج اورول ترجمه مهدی بهرمند با صدای هلیا مقصودی قسمت هفتم چیزی که شبیه یک مدت زمان طولانی بود گذشت درد شکم وینستون به شدت اوت کرده بود افکارش میچرخید و میچرخید و دوباره مثل گلوله های فلزی میز قمار که دائما به یک خط معین میافتند به همان نقطه اول می رسید. او فقط درباره شش چیز فکر می کرد. درد شکمش، یک تک نان، خون و فریاد کشیدن، اوبراین، جولیا، و تیغ خود تراش. بار دیگر شکمش منقبض شد. چکمه های سنگین دوباره نزدیک می شد. به محض اینکه در باز شد موج هوایی که بر اثر باز شدن آن ایجاد گشت یک بوی قوی عرق سرد شده را به داخل اتاق راند. پارسنز وارد سلول شد. یک شلوار کوتاه خاکی رنگ به پا و یک پیراهن اسپورت به تن داشت. این بار وینستون دوچار چنان تعجبی شد که خود را فراموش کرد. گفت تو هم اومدی؟ پارسنز نگاهی به وینستون انداخت که در آن تعجب و توجه دیده نمیشد و فقط حاکی از بیچارگی بود. شروع به قدم زدن در طول و عرض سلول نمود و ظاهرا نمی توانست بی حرکت بیستد یا بنشیند. و هر بار که پایش را راست می کرد کاملا روشن بود که زانوهایش می لرزد. چشمانش بیش از حد معمول گشاد شده بود و در آن نگاه خیره ای دیده می شد. مثل این بود که نمیتواند از نگاه کردن به چیزی که در فاصله تقریبا دوری قرار گرفته است خودداری کند. وینستون پرسید تو رو برای چی آوردن؟ پارسنز در حالی که به گریه افتاده بود گفت جنایت فکری لحن صدایش حاکی از اعتراف فوری به گناه و همچنین حاکی از ترس و وحشتی بود که از اطلاق کلمات جنایت فکری به خود او به او دست داده بود. معلوم بود که هنوز نمیخواهد این اتهام را باور کند. مقابل وینستون ایستاده با هیجان و با لحن التماسامیزی گفت خیال میکنی منو تیر بارون کنن رفیق؟ اینطور خیال میکنی؟ من خیال نمی کنم اگه آدم عملا کاری نکرده باشه و فقط فکرشو کرده باشه آدم و تیر بارون کنن. جلوی فکر رو که نمیشه گرفت. اما میدونم که به حرفای آدم گوش میدن. در این مورد بهشون اعتماد دارم. سابقه منو میدونن نه؟ تو که میدونی من چه آدمی هستم. بالاخره در نوع خودم آدم بدی نبودم. صاحب مغز عالی نیستم ولی باهوشم. همیشه سعی کردم تا اونجا که میتونم به حزب خدمت کنم نه؟ خیال میکنم که به پنج سال حبس محکومم کنن. مگه نه؟ شایدم ده سال. آدمی مثل من میتونه توی یک اردوگاه کار اجباری مفید باشه. فکر نمی کنم فقط برای اینکه یک بار از خط دور شدم تیر بارونم کنه. تو گناهکاری پارسنز در حالی که به تلسکرین نگاه می کرد فریاد زد البته که گناهکارم میدونی که حزب اشخاص بیگناه و دستگیر نمیکنه نه؟ قیافه قورباغه شکلش اندکی آرامتر شد. حتی یک نوع حالت مقدس معابی به خود گرفت و گفت رفیق عزیز جنایت فکری چیز وحشتناکیه بدون اینکه بدونی از داخل لطمه میزنه بدون اینکه متوجه باشی به تو مسلط میشه میدونی چطور به من مسلط شد تو خواب بله حقیقته من بودم و دستام و پاهام و کار میکردم و سعی داشتم که وظیفه خودم رو انجام بدم. هیچ وقت نمی دونستم که چیز بدی تو مغزم وجود داره. بعد یک شب تو خواب شروع به صحبت کردم. میدونی چه چیزایی از من شنیدن؟ صدایش را آهسته کرد و مثل کسانی که ناچارند برای آزمایش طبی کلمات مستحجنی به زبان بیاورند گفت مرگ بر برادر بزرگ بله من این جمله رو گفتم ظاهرا بارها و بارها گفتم بین خودمون باشه از اینکه منو گرفتن و نذاشتن کار به جاهای باریکتر برسه خیلی خوشحالم میدونی وقتی محاکمه شروع بشه چی میخوام بگم؟ میگم متشکرم از اینکه قبل از اون که دیر بشه منو نجات دادید. متشکرم. وینستون پرسید کی تو رو لو داد؟ پارسنز با یک نوع غرور مبهم گفت دختر کوچیکم بود. از سوراخ کلید گوش میداد. چیزی رو که من میگفتم شنید و روز بعد به مامورین اطلاع داد. برای یه بچه هفت ساله همچین کاری خیلی هوش میخواد نه؟ از اون چیزی به دل نگرفتم. در واقع بهش افتخار میکنم. این موضوع نشون میده که به هر حال من اون رو در راه درستی تربیت کردم. چند بار با حرکات تندی به بالا و پایین اتاق رفت. و چندین بار نگاه آرزومندی به مستراح انداخت و ناگهان شلوار کوتاهش را پایین کشید و گفت خیلی معذرت میخوام نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم خیلی ناراحتم بعد نشیمن بزرگ خود را روی مستراح گذاشت وینستون صورت خود را با دستهایش پوشاند صدای نره تلسکرین بلند شد اسمیت شست هفتاد و نه اسمیت دستاتو از روی صورتت بردار در سلول صورت نباید پوشیده باشه وینستون دستهایش را برداشت پارسنز با سر و صدا و مدت نسبتا مدیدی از مستراح استفاده کرد بعد روشن شد که لوله مستراح درست کار نمی کند و تا چندین ساعت بعد بوی تهوع آور در فضای سلول پخش بود. پارسنز را هم بردند. زندانیان دیگری هم به طرز اسرارآمیزی آمدند و رفتند. یکی از آنها که زنی بود به اتاق شماره 101 اعزام شد. وینستون متوجه شد که او وقتی این شماره را شنید دچار لرزشی شد و رنگ صورتش پرید چند ساعت دیگر گذشت و زمانی رسید که وینستون فکر کرد که اگر هنگامی که وارد این سلول شد صبح بوده است حالا بعد از ظهر است و اگر بعد از ظهر بوده حالا نصف شب است. در این هنگام شش نفر زندانی زن و مرد در سلول بودند. همه بی حرکت نشسته بودند. در مقابل وینستون مردی نشسته بود که صورت بیچانهی درست شبیه صورت یک سنجاب بزرگ و بیآزار داشت و گونه هایش در قسمت پایین چنان پرگوشت بود که شخص نمی توانست از بروز این فکر خودداری کند که او مقداری غذا در دهانش نگه داشته و چشم های میشی رنگ پریدش دائم از صورت یک زندانی به صورت زندانی دیگر نقل مکان می کرد. و به محض اینکه چشم های زندانی به چشم های او برخورد می نمود فورا سرش را برمیگرداند. در باز شد و یک زندانی دیگر را وارد سلول کردند. وینستون به محض اینکه به تازه وارد نگاه کرد بدنش سرد شد. وی مردی عادی بود. قیافه ای تقریبا خبیس داشت و احتمالا مهندس یا تکنیسیان و یا از این قبیل بود. اما چیزی که وحشت انگیز بود لاغری بی حد صورت او بود. صورتش شبیه یک جمجمه بود و به علت لاغری مفرد دهان و چشمهایش بی اندازه گشاد و بزرگ شده بود. چنین به نظر می رسید که چشمهایش مملو از یک نوع تنفر جنایتبار و آشتی ناپذیر نسبت به کسی یا چیزی است. مرد در نزدیکی وینستون روی نیمکت نشست. وینستون دیگر به او نگاه نکرد. ولی صورت رنج کشیده و جمجمه مانند او گویی مرد مزبور درست در مقابلش نشسته است به طور کاملا روشن و زندهی در ذهنش بود ناگهان متوجه موضوع اصلی شد مرد بر اثر گرسنگی در حال احتضار چنین به نظر می رسید که این فکر در آن واحد به مغز همه زندانیانی که روی نیمکت ها نشسته بودند رسید است. مرد بیچانه چشمانش را مداوم به چهره مرد جمجم شکل میانداخت و بعد مثل اینکه دچار گناهی شده است سرش را برمیگرداند آنگاه بار دیگر گویی بر اثر یک فشار غیر قابل مقاومت چشمانش به صورت او دوخته میشد در همین حال وینستون روی نیمکت جابجا جا شد. به این طرف و آن طرف متمایل شد و بالاخره از جا بلند شد و ایستاد و با قدم های سست به راه افتاد. دستش را به جیب رو پوش برد و با یک حالت ناراحت که حاکی از انزجار بود یک تکه نان کدر از آن بیرون کشید و به طرف مرد جمجمهی دراز کرد. یک صدای خشمالود کرکننده از تلسکرین به گوش رسید. مرد بیچانه از جاجه است. مرد جمجمهی با حالت خاص دستش را به پشت سرش برد و مثل این بود که میخواهد به تمام دنیا نشان دهد که این هدیه را رد می کند. صدای تلسکرین قرید بومستد بومستد بیست و هفت تکنون و بنداز مرد بیچانه تکنان را روی کف اتاق انداخت صدا گفت همونجا که هستی رو به روی در واستا و حرکت نکن. مرد بیچانه اطاعت کرد. گونه های پرگوشتش به نحو غیر قابل کنترلی می لرزید. در صدایی کرد و باز شد و به محض اینکه افسر وارد شد و از جلوی در کنار رفت و ایستاد از پشت سر او یک مأمور کوتاه قد تنومند که بازوهای بی انداز ستبر و شانه های پهنی داشت ظاهر شد او در مقابل مرد بیچانه ایستاد و بعد به یک اشاره افسر ضربه وحشتاوری که تمام وزن بدنش در آن متمرکز میشد به دهان مرد بیچانه زد. چنین به نظر می رسید که نیروی این ضربه مرد را از سطح اتاق بلند کرد. بدنش از وسط سلول به طرف مستراح پرتاب شد و آنجا کنار پایه آن متوقف ماند. برای لحظه گویی بیهوش شده است در حالی که خون سیاه رنگی از بینی و دهانش بیرون میریخت به همان حال باقی ماند بعد صدای یک ناله ضعیف و یا فریاد بسیار کوتاه که به نظر می رسید بدون اراده از دهانش بیرون می آید از او شنیده شد بعد به پهلو چرخید و در حالی که نمی توانست تعادل خود را حفظ کند به کمک دست و زانو خود را بلند کرد و از میان خون و کف دهان دو تکه روکش یک دندان از دهانش پایین افتاد. زندانیان دیگر بی حرکت نشسته بودند و دستهاشان روی زانوانشان بود. مرد بیچانه با چنگ و ناخون بار دیگر خود را به جایی که نشسته بود کشاند. یک سمت صورتش تدریجا قرمز و سیاه میشد. دهانش باد کرده و به صورت یک تکه گوشت در هم رفته که یک سوراخ باریک در وسط آن باشد در آمده بود. گهگاه یک قطر خون به روی روپوشش می چکید. اما چشمانش باز هم از چهره به چهره دیگر منتقل میشد و بیش از گذشته علامت گناه در آن دیده میشد و مثل این بود که میخواهد بداند تحقیری که بر او وارد آمده تا چه حد دیگران را نسبت به او متنفر کرده است در باز شد افسر با حرکت نامحسوسی به طرف مرد ای اشاره کرد و گفت اتاق 101 وینستون در کنار خود احساس نفس تنگی و خشم و نگرانی شدیدی کرد مرد ای به روی زانو خود را به کف اتاق انداخت و در حالی که انگشتانش را درهم کرده بود گفت رفیق آقای افسر استدعا میکنم منو به اونجا نبرین مگه چیز رو که میخواستین نگفتم چی باقی مونده که من نگفتم هیچ چی باقی نمونده که اعتراف نکرده باشم فقط بگین که چی میخواین و من آنن اعتراف میکنم هر چی میخواین بنویسین من زیرش رو امضا میکنم هر چیزی که میل دارین بنویسین اما منو به اتاق 101 نبرین افسر دوباره گفت اتاق 101 صورت مرد جمجمهی که تا کنون زرد رنگ بود ناگهان به رنگی درآمد که وینستون قبلا نمی توانست تصور آن را بکند. صورتش دقیقا و کاملا و به نحو غیر قابل اشتباهی به رنگ سبز کم رنگ درآمده بود. فریاد کشید. هر کار که میخواین بکنین هفته هاست که منو گرسنگی میدین تموم کنین بکشینم تیر بارونم کنین دارم بزنین به بیست و پنج سال محکومم کنین آیا کس دیگه ای هست که میخواین لو بدم؟ فقط بگین کیه و هر چی بخواین من میگم اهمیت نمیدم که اونا کی هستن و شما چی میخواین به سرشون بیارید من یه زن و سه تا بچه دارم بچه بزرگم شیست سالشه همشونو بیارین اینجا جلوی روی من همشونو خفه کنین. من همینجا وامیستم و تماشا میکنم. اما منو به اتاق صد و یک نبریم. افسر گفت اتاق شماره صد مرد جمجمه در حالی که چشمهایش از ترس از حدقه درآمده بود نگاهی به سایر زندانیان انداخت. مثل اینکه تصور می کرد می تواند یکی از آنها را به جای خود بفرستد. چشمانش روی چهره خرد شده مرد بیچانه ثابت ماند. دستش را ناگهان و به سرعت به طرف او دراز کرد و فریاد زد. کسی که باید ببرین اینه نه من. نشنیدین که وقتی مش به صورتش میخورد چی میگفت؟ فقط به من فرصت بدین و من همه رو میگم. اینه که با حزب مخالفه نه من معمورین پیش آمدند صدای مرد تبدیل به نره شد شما صدای منو نشنیدین این تلسکرین خوب کار نمیکنه اونو باید بگیرین اونو ببرین نه منو معمورین مقابل او خم شدند تا بازوهایش را بگیرند اما مرد جمجمهی ناگهان خود را به روی کف اتاق انداخت و یکی از پایه های آهنین نیمکت را چسبید. درست مثل یک حیوان شروع به زوزه نامفهومی کرده بود. مأمورین بدن و دستهایش را گرفتند اما او با قدرت حیرت انگیزی مقاومت می کرد. شاید 20 ثانیه طول کشید. آنها همچنان او را می کشیدن. زندانیان بی حرکت سر جاهای خود نشسته بودند و دستهاشان روی زانوانشان بود و مستقیما به جلو نگاه می کردند. زوز قطع شد. در سینه مرد جمجمهی جز برای چسبیدن به میله نیمکت نفسی باقی نمانده. بعد صدای متفاوتی به گوش رسید. لگد یکی از معمورین استخوان یکی از انگشتانش را شکسته بود. پاهایش را گرفتند و کشیدند و افسر گفت: اتاق شماره 101 مرد را روی پاهایش واداشتند و او با قدمهای نامرتب در حالی که سرش به پایین افتاده و انگشت شکستش را در دست دیگر گرفته بود از اتاق بیرون رفت. مثل این بود که تمام آثار مبارزه به همراه او از اتاق بیرون می رود. مدت مدیدی گذشت. اگر هنگامی که مرد جمجمه ای را از اتاق بیرون بردند نیمه شب بود حالا صبح بود و اگر صبح بود حالا بعد از ظهر بود وینستون تنها بود از ساعتها پیش تنها مانده بود درد و ناراحتی ناشی از نشستن بر روی نیمکت باریک به حدی بود که بارها بدون توجه به فریادهای تلسکرین از جا بلند شد و راه رفت. تکنان هنوز در همانجا که مرد بیچانه آن را رها کرده بود دیده می شود. در ابتدا برای نگاه نکردن به آن کوشش زیادی لازم بود ولی اینک گرسنگی جای خود را به تشنگی داده بود. دهانش به هم چسبیده و مزه بسیار بدی میداد. صدای مداومی که به گوش می رسید و نور سفید و درخشان اتاق در بدنش یک نوع ضعف شدید و در مغزش یک نوع خلع ایجاد می کرد. به علت درد شدید و غیر قابل تحمل استخوانهایش از جا بلند می شد. و بعد در همان لحظه به علت آنکه بر اثر ضعف و گیجی نمیتوانست بدن را روی پاهایش ثابت نگه دارد دوباره می نشست. هرگاه که می توانست هیجانات و دردهای بدنیش را تا حدی کنترل کند ترس و وحشت دوباره بر وجودش مستولی می شد. بعضی وقت با یک امید ضعیف درباره اوبراین و تیغ خودتراش فکر میکرد تصور میکرد که در صورتی که به او غذا بدهند تیغ خودتراش را میتواند از لابلای غذا پیدا کند فکر جولیا با ابهام بیشتری به مغزش میرسید فکر میکرد که او در نقطه دیگری شاید به مراتب بیش از او رنج میبرد و احتمالا همین الان بر اثر درد شدید زوزه میکشد و فریاد میزند فکر کرد اگه بتونم با دو برابر کردن رنج خودم جولیا رو نجات بدم آیا چنین کاری میکنم بله حتما میکنم اما این تصمیم فقط یک تصمیم فکری بود و به این علت آن را اتخاذ می کرد که می دانست باید چنین بکند و در واقع آن را احساس نمی کرد. در چنین جایی شخص نمی توانست جز درد و اطلاع قبلی به وجود درد چیزی احساس کند. از این گذشته آیا امکان پذیر بود که شخص در حینی که مشغول رنج کشیدن از درد بود به دلیلی آرزو کند که بر رنج و دردش افسوده شود؟ بار دیگر چکمه ها به اتاق نزدیک می شد. در باز شد و اوبراین وارد اتاق شد. وینسون از جا پرید. ضربه ای که از دیدن او به وینستون دست داده بود احتیاط را به کلی از او دور ساخته بود برای اولین بار در طی سالها وجود تلسکرین را فراموش کرد گفت شما را هم گرفتند؟ اوبراین با لحن استهزا آمیزی که تا حدی با تأسف آمیخته بود گفت منو خیلی وقت گرفتن. از مقابل در کنار رفت. از پشت سر او یک معمور سینه پهن که یک باتون بلند سیاه در دست داشت ظاهر شد. اوبراین گفت وینستون تو از این وضع اطلاع داشتی. خودتو گول نزن. تو این جریانو میدونستی همیشه میدونستی. بله حالا میدید و میفهمید که همیشه میدانسته است اما وقت فکر کردن درباره این موضوع باقی نبود آنچه که چشمهایش میدید باتون سیاهی بود که معمور در دست داشت باتون هر جایی ممکن بود فرود آید به فرق سر، به روی گوش، به بالای بازو، روی آرنج، آرنج. به روی زانو به زمین افتاد. تقریبا فلج شد و با دست دیگر دستی را که ضربه به آن وارد آمده بود چسبید. همه چیز منفجر شد و به رنگ زرد درآمد. باور نکردنی بود که فقط یک ضربه چنین دردی ایجاد کند. رنگها بار دیگر روشن شد و او توانست آن دو را ببیند که از بالای سر به او نگاه می کند. معمور از دیدن تغییر قیافه او به خنده افتاده بود. به هر حال به یک نکته جواب داده شده بود و آن اینکه شخص، به هیچ علتی هر قدر مهم و حیاتی نمیتوانست آرزو کند که درد افزایش یابد از درد فقط ممکن بود یک تقاضا داشت و آن اینکه بایستد هیچ چیز در سراسر جهان نظیر درد رنجاور و زجر دهنده نبود و همانطور که روی کف اتاق به خود میپیچید و بدون نتیجه دست مزروبش را در دست گرفته بود. فکر کرد که در مقابل درد هیچ کس نمیتواند قهرمان بماند. هیچ کس. روی چیزی که شباهت به تخت سربازخانه داشت و اندکی از سطح زمین بالاتر بود خوابیده بود. احساس میکرد که گویی به نحوی او را به تخت بستند زیرا نمی توانست حرکت کند. نوری که شدت آن بیش از حد معمول بود به صورتش میتابید. اوبراین کنار تخت ایستاده و با دقت از بالا به او نگاه می کرد. در سمت دیگر مردی که روپوش سفیدی به تن داشت دیده میشد او یک سرنگ مخصوص تزریق زیر پوست در دست داشت حتی بعد از آنکه چشمهایش باز شد باز هم فقط به تدریج توانست محیط اطراف را درک کند چنین احساس می کرد که از یک دنیای کاملا متفاوت، یک دنیای زیرابی بسیار عمیق، ناگهان با شنا به این اتاق آمده است. نمیدانست که برای چه مدت در آن دنیا بوده است. از آن لحظه ای که او را گرفته بودند تاریکی شب یا نور روز را ندیده بود. از این گذشته آنچه به یاد داشت منظم و مداوم نبود مواقعی بود که هوشیاری حتی آن نوع هوشیاری که هنگام خواب وجود دارد به کلی قطع میشد میمرد و آنگاه پس از یک دوره بیخبری کامل بازگشت می کرد. اما راهی برای تشخیص اینکه این دوره ها چند روز، چند هفته و یا چند ثانیه بود وجود نداشت. با اولین ای که به آرنجش وارد آمد کابوس شروع شده بود. بعدن درک کرد که آنچه از آن پس روی داد فقط یک بازجویی مقدماتی معمولی بود که همه زندانیان ناچار به گذراندن آن بودند. یک سلسله جنایات، جاسوسی ها، و کارهای نظیر آن را شخص باید اعتراف کند و گویی این کار یک کار عادی و حتمی است. اعترافات صورت تشریفات داشت. و حالان که شکنجه ها حقیقی بود به خاطر نمی آورد که چند بار او را کتک زدند و هر بار این کتک ها چقدر طول کشید همیشه پنج یا شش نفر معمور که لباس های متحدل شکل به تن داشتند در آن واحد به او حمله ور می شدند و این حمله گاه با مشت گاه با باتون، گاه با پنج بوکس های آهنین و گاه با چکمه صورت می گرفت. اغلب اتفاق می افتاد که درست مثل یک حیوان بدون کوچکترین شرم و خجالتی روی کف اتاق می قلتید و کوشش ناامیدانه و پایان ناپذیری را برای فرار از مقابل لگت ها شروع می کرد. ولی همین تقلا و کوشش موجب شد که ضربه های بیشتری به بندهای انگشتانش به شکمش به آرنجهایش، به گونه هایش به زیر شکمش و به منتها علیه استخوان پشتش وارد آید گاه اتفاق میافتاد که ضربات ادامه میافت و ادامه میافت تا آنکه موضوع ظالمانه و اف ناپذیر فقط این کار معمولی نبود بلکه این امر وحشت بود که او نمی توانست هوشیاری را از دست بدهد و بیهوش شود گاه تسلط بر اعصاب چنان ناممکن بود که حتی قبل از شروع کتک شروع به نره زدن می کرد، التماس می کرد و عف می تلبید و حتی دیدن مشتی که برای وارد آوردن ضربه به عقب می رفت کافی بود که هر نوع اعترافی را به هر نوع جنایتی چه حقیقی و چه خیالی از دهانش بیرون بریزد گاه نیز تصمیم میگرفت به چیزی اعتراف نکند و با همان تصمیم با ضربات شدید کتک روبرو میشد ناچار هر کلمه را در میان درد شدید از حلقومش بیرون میکشیدند بعضی اوقات نیز در کمال ضعف و بیحالی تصمیم به سازش می گرفت و به خود می اعتراف می کنم. اما نه حالا. باید زبانم را تا موقعی که درد غیر قابل تحمل نشده نگه دارم. سه لگد دیگر. دو لگد دیگر. و بعد هرچه که بخواهند خواهم گفت. اما گاه آنقدر میزدندش که نمی توانست بیستد. مثل یک کیسه سیب زمینی روی سنگ کف سلول می افتاد و برای چند ساعت به همان حال می ماند. تا بار دیگر نیروی پیدا کند. آنگاه دوباره بلندش میکردند و کتک از نو شروع می شود. این استراحت ها گاه مدت بیشتری طول می کشید. ولی او دوره استراحت ها را به طور مبهم و تاریک به یاد می آورد. زیرا مدت استراحت اغلب در خواب و یا اقما می گذشت. سلول هایی را به یاد می آورد که تخت چوبی داشت. و این تخت چوبی مثل سکو یا تاقچه به دیوار وصل بود یک تشت قلعی مخصوص استهمام در کنار آن دیده میشد و غذا نیز عبارت از سوپ و نان و گاهی قهوه بود کارگر سلمانی را به یاد میآورد که داخل سلول میشد و ریشش را میتراشید و موهای سرش را اصلاح می کرد. مردانی را که لباس سفید رنگ به تن داشتند و قیافهشان بسیار جدی و خالی از عطوفت بود به خاطر می آورد که نبزش را می گرفتند، پلک های چشمش را بر می و برای پیدا کردن استخوان شکسته انگشتان خود را با خشونت روی پوست بدنش می و برای اینکه به خواب برود، به او سوزن میزدند. بعد فواصل بین کتک ها زیاد شد. دیگر کمتر او را میزدند. کتک به صورت قولی درآمده بود که هرگاه جواب سوالات رضایت بخش نبود می توانستند آنن به سراغش بفرستند. بازجوها دیگر اوباش سیاهپوش نبودند. روشنفکران حزبی بودند که اندامی چاق و گرد حرکاتی تند داشتند عینکهایشان برق میزد و به طور کشیک و به نوبت گاهی مدت دوازده ساعت متوالی از او بازجویی میکردند البته وینستون نمی توانست مدت دقیق این بازجویی ها را با اطمینان بداند. زیرا گاهی از فرط خستگی به اقما میرفت. رفت. این دست بازجوها ترتیبی میدادند که او از یک درد ضعیف رنج ببرد اما فقط به این اکتفا نمی کردند به صورتش سیلی می زدند گوشهایش را می پیچندند. موهایش را می کشیدند ناچارش می کردند که روی یک پا بیستد اجازه ادرار کردن نمیدادند. چراغ های قوی به چشمانش میانداختند تا آب بیفتد. و هدف همه این کارها آن بود که تحقیرش کنند و قوه تعقل را از او بگیرند. اما اسلحه اساسی و اصلی آنها سوالات بیرحمانه و مداومی بود که ساعتها ادامه پیدا می کرد. آنها در هر قدم گفته هایش را رد می کردند. ماهرانه دام می گذاشتند تا برگی به دست آورند. هرچه را می گفت تحریف می کردند و هرچه می گفت متهمش می کردند که دروغ و متناقض گفته است تا آنجا که نه فقط از فرط خستگی بلکه از شدت تحقیر و خجالت به گریه می افتاد. گاه در یک جلسه حداقل شش بار گریه می کرد. اغلب اوقات فحشش میدادند نره میزدند و تهدید میکردند که اگر کوچکترین تردیدی به خود راه دهد بار دیگر او را تسلیم مأمورین سیاه پوش خواهند کرد اما گاهی اوقات نیز ناگهان لحن خود را عوض می کردند. او را رفیق خطاب می نمودند. و به نام برادر بزرگ و سوسانگ از او خواهش می کردند. با قیافه محزونی می پرسیدند که آیا به اندازه کافی به حزب وفادار نیست که از کارهای شیطانی و بدی که کرده است توبه کند؟ اما موقعی که اعصابش بر اثر بازجویی مداوم خورد میشد حتی این تقاضا و لحن دوستانه هم او را سخت به گریه میانداخت به نحوی که آب از بینیش سرازیر میشد بالاخره شماتت ها و تنه ها بیش از ضربات چکمه در خورد کردن مغز و روحش مؤثر واقع میشد. تمام وجودش به صورت دهانی که حرف می زد و دستی که هرچه می خواستند امضا می کرد در می آمد. تنها علاقه و توجهش آن بود که ببیند چه چیزی را باید اعتراف نماید و قبل از آنکه که شکنجه روحی و تعنه و شماتت دوباره شروع شود آن را اعتراف کند. اعتراف می کرد که اعضای عالی رتبه و برجسته حزب را به قتل رسانده. رسالات ضد دولت پخش کرده و مردم را به آشوب تحریک نموده. وجوه عمومی را حیف و میل کرده. اسرار نظامی را به دشمن فروخته و به هر نوع خرابکاری دست زده است. اعتراف میکرد که از سال 1968 به بعد جاسوس رسمی دولت ایستیشیا بوده و از آن دولت حقوق دریافت میکرد است. اعتراف میکرد که اعتقادات مذهبی داشته. کاپیتالیسم را میپرستیده و انحرافات جنسی داشته است. با آنکه هم خود او و هم بازجوها میدانستند همسر او زنده است اعتراف می کرد که همسرش را به قتل رسانده است اعتراف می کرد که سالها با گلدشتاین ارتباط نزدیک شخصی داشته و عضو یک سازمان زیرزمینی بوده و تقریبا هر کسی که او می شناخته در آن سازمان عضویت داشته است اعتراف به جرائم مختلف و شریک جرم وانمود ساختن دیگران نسبت به سایر اعترافات کار ساده تری بود و از این گذشته این به نحوی صحت داشت صحت داشت که او دشمن حزب بوده است و از نظر حزب هیچ نوع فرقی بین فکر و عمل وجود نداشت خاطرات دیگری هم وجود داشت این خاطرات مثل عکس هایی که دوروبر آن را سیاهی مطلق گرفته باشد و با هم هیچ ارتباطی نداشته باشند در مغزش جا گرفته بود او را به اتاقی برده بودند که به یاد نمی آورد روشن بوده یا تاریک زیرا او جز یک جفت چشم چیز دیگری را نمی توانست ببیند. در نزدیکی او یک نوع آلت فلزی به طور منظم و آهسته ای تیک تیک می کرد. چشم ها تدریجن دروشتر و درخشانتر شد و ناگهان او از جای خود پرید و به درون چشم ها فرو رفت و بل ایده شد او را به یک صندلی بسته بودند دور صندلی پر از صفحه های ساعت بود و نور شدیدی میتابید مردی که لباس سفید پوشیده بود به صفحه ساعت ها نگاه می کرد صدای حرکت سنگین چکمه ها به گوش رسید در صدایی کرد و باز شد افسر معمور زندان که چهره مومی شکلی داشت وارد اتاق شد و دو معمور نیز به دنبال او وارد شدند. افسر گفت اتاق 101 مرد سفید پوش بر نگشت. به وینستون هم نگاه نکرد و فقط مشغول نگاه کردن به صفحه ساعت ها بود. از یک کریدور عظیم وسیع که یک کیلومتر عرض داشت میقلتید و پایین میرفت. نور طلایی با شکوهی کریدور را روشن کرده بود و او قاه قاه میخندید و با صدای بلند اعتراف میکرد. اعتراف می کرد و حتی آن چیزهایی را که تحت شکنجه هم موفق شده بود به زبان نیاورد می گفت. سراسر زندگی خود را برای جمعیتی که قبلا از آن اطلاع داشتند شهر میداد. مامورین، بازجوها، مردهای سفید پوش، اوبراین، جولیا و چرینگتون هم به همراه او بودند. همه با هم درون کریدور می و پایین می رفتند می خندیدند و فریاد می کشیدند. یک واقعه وحشت که در آینده نزدیک مقابل چشمش میخکوب شده بود به نحوی از میان رفته و رخ نداده بود. همه چیز بر وفق مراد بود. دیگر دردی باقی نمانده بود. آخرین جزئیات زندگیش افشا و درک شده بود و او را بخشیده بودند. خیال کرده بود که صدای اوبراین را می شنود و از تخت چوبی بلند شده بود. در تمام مدت بازجویی با آنکه اوبراین را نمی دید، احساس می کرد که او دور از چشمش کنارش ایستاده است. و تصور میکرد که اوبراین است که همه چیز را اداره میکند اوست که معمورین را به طرفش میراند و بعد هم آنها را از کشتن او مانع میشود اوست که تصمیم میگیرد چه موقع وی می بایست از درد نعره بکشد چه موقع استراحت کند کی غذا بخورد کی بخوابد و چه موقع باید داروهای مخدر به بازویش تزریق شود و هم اوست که سوالات را مطرح میکند و جوابها را به دهان وینستون میگذارد اوبراین در عین حال شکنجه دهنده، نجات دهنده، بازجو و رفیق او بود. یک بار صدایی در گوش او زمزمه کرده بود. وینستون به یاد نمی آورد که این واقعه در خواب ناشی از مواد مخدر، خواب عادی و یا در بیداری رخ داده است. وینستون، نگران نباش من تو رو حفظ میکنم هفت ساله که موازبت هستم و حالا نقطه تحول رسیده من تو رو نجات میدم من تو رو به صورت یک مرد کامل در میارم مطمئن نبود که این صدا صدای اوبراین بود یا صدای کس دیگری ولی شبیه صدایی بود که هفت سال پیش در یک رویای دیگر به او گفته بود ما در جایی ملاقات خواهیم کرد که در آن تاریکی نباشد بیاد نمی آورد که بازجویی ها هیچگاه پایان یافته باشد یک بار خود را در یک دوره تاریکی دید و بعد سلول و یا اتاقی که تدریجا با آن آشنا شده بود. به پشت خوابیده بود و قادر به تکان خوردن نبود. تمام قسمت های بدنش به تخت چسبیده بود و حتی به نظر می رسید که سرش را به نحوی گرفته و پایین کشیده بودند. اوبراین با قیافه جدی و در عین حال متأسفی از بالا به او نگاه می کرد. قیافش از زاویه دید وینستون خشن و شکسته به نظر می رسید و در زیر چشمانش گودی و از گونه ها تا چانه نیز خطوط حاکی از خستگی به چشم می خورد. از آنچه که وینستون قبلا فکر می کرد مسنتر بود و شاید چهل و هشت سال یا پنجاه سال داشت. یک صفحه ساعت که اقربه ها به دور آن میچرخیدند در دستش دیده میشد. گفت گفتم که اگه ما باز ملاقات کنیم اینجا خواهد بود. بدون هیچ گونه اختار و فقط با حرکت دست اوبراین ناگهان درد شدیدی سیلاسا به بدنش فرو ریخت. درد وحشت بود و اون نمی توانست بفهمد که چه اتفاقی افتاده. احساس می کرد که در هر حال ضربه کشندهی باید به او وارد آمده باشد. نمیدانست که آیا واقعا جراحتی وارد آمده و یا این درد را به کمک برق در بدنش ایجاد کردند اما به هر صورت بدنش به هم میپیچید و از شکل خارج میشد بندها و مفصلها تدریجا از هم جدا میشدند با آنکه درد شدید عرق از پیشانیش بیرون آورده بود بدتر از همه این بود که می ترسید مبادا استخان پشتش نیم شود. دندانهایش را به هم فشار داد و به زحمت از راه بینی تنفس کرد. کوشید تا آنجا که ممکن است سکوت را حفظ کند. اوبراین در حالی که به چهرهش نگاه می کرد گفت خیلی ترسیدی. اما چیزی که باید بشکنه یه لحظه دیگه خواهد شکست. ترس خاص تو در این لحظه اینه که استخون پشتت بشکنه. الان در مغزت یک تصویر روشن از شکستن استخوان پشت و جاری شدن ماده داخل ستون فقرات ایجاد شده. راجع به همین موضوع فکر می کنی. این طور نیست وینستون؟ وینستون جوابی نداد. اوبراین اقربه ساعتی را که در دست داشت به عقب کشید. موج درد به همان سرعت که به بدنش حمله ور شده بود به عقب نشست. اوبراین گفت این چهل بود. میبینی که نمره های این ساعت به صد میرسه. لطفا وقتی با هم صحبت می کنیم این نکته رو به خاطر داشته باش که من میتونم در هر لحظه که بخوام و برای هر مدتی که مایل باشم درد شدیدی رو به بدنت وارد کنم. اگه بخوای دروغ بگی یا با جوابهای مبهم از ابراز حقیقت خودداری کنی یا حتی از سطح هوش خودت عقب بیفتی آنان از شدت درد فریاد میزنی. میفهمی چی میگم؟ وینستون گفت: بله. رفتار اوبراین کمی دوستانه شد. متفکران اینکش را به چشم زد و دو سه قدم در اتاق راه رفت. وقتی شروع به صحبت کرد صدایش آرام و صبور بود. قیافه یک پزشک، یک معلم و حتی یک کشیش را داشت که میخواست با دلیل و برهان و نه با شکنجه طرف را متقاعد سازد. گفت من از دست تو دچار درد سر شدم. چون این ارزش رو داری که به خاطرت دچار درد سر بشم. خودت کاملا میدونی که چه عیبی داری. و این نکته رو با اون که سالها علیه دانستنش مبارزه کردی خودت به خوبی میدونی. تو از لحاظ مغزی و روحی بیمار شدی. دیوانه ای؟ از یک حافظه ناقص رنج میبری. نمیتونی همه ی حوادثی رو که اتفاق افتاده به یاد بیاری. پس به ناچار خودت رو وادار می کنی که وقایعی رو که اتفاق نیفتاده به خاطر بیاری. اما این بیماری خوشبختانه قابل علاجه. باید تصمیم بگیری و اراده کنی. ولی تا الان برای اراده کردنش آماده نبودی حتی میدونم که همین الان هم به بیماری خودت با این عنوان که تقوا و پرهیزگاری پایبند و علاقه مندی. حالا مثالی بزنیم. در حال حاضر اوشینیا با چه کشوری در جنگه؟ وقتی منو توقیف کردن اوشینیا با ایستیشیا در جنگ بود. با ایستیشیا. بسیار خوب. و اوشینیا همیشه با ایستیشیا در جنگ بوده. اینطور نیست؟ وینستون نفسش را حبس کرد. دهانش را باز کرد که صحبت کند اما چیزی نگفت. نمی توانست از صفحه ساعت چشم بردارد. وینستون، خواهش می کنم حقیقت رو بگو. حقیقتی که خودت فکر می کنی. اون چرا که به خاطر میاری بگو. من به خاطر میارم که تا یک هفته قبل از دستگیری من ما با ایستیشیا در جنگ نبودیم باهاشون متحد بودیم و علیه اوراسیا می جنگیدیم. این جنگ مدت چهار سال طول کشیده بود اوبراین دستش را حرکتی داد و او را ساکت کرد و گفت یه مثال دیگه چند سال پیش یک تصور غلط حیرت انگیز داشتی معتقد بودی که سه نفر مرد سه نفر از اعضای حزب به نام جونز، آرونسون و روترفورد. کسایی که به جرم خیانت و خرابکاری و بعد از اعترافات کامل اعدام شده بودند، جنایاتی رو که بهشون انتصاب داده میشد مرتکب نشدن. عقیده داشتی که یک سند غیر قابل اشتباه و غیر قابل تردید مبنی بر اینکه اعترافاتشون قلابی بوده دیدی. و هزیان تو بر اساس یک قطعه عکس بود که معتقد بودی اون رو واقعا با دست خودت لمس کردی عکسی مثل این یک عکس مربع مستطیل در میان انگشتان اوبراین ظاهر شده بود. برای مدت پنج ثانیه این عکس در زاویه دید وینستون قرار گرفت. یک قطع عکس بود و وینستون درباره آن کوچکترین شکی شک نمیتوانست داشته باشد. این عکس همان عکس بود. نسخه دیگری از عکس روترفورد، جونز و آرانسون بود که برای شرکت در مراسم مخصوصی به نیویورک رفته بودند. و خود او بر حسب اتفاق یازده سال پیش آن را به دست آورده و بعد فورا نابودش کرده بود. تکه روزنامه برای یک لحظه در برابر چشمانش قرار گرفت و آنگاه بار دیگر از نظرش ناپدید شد. اما او آن را دیده بود. بدون تردید دیده بود. با تحمل زجر و ناراحتی شدید سعی کرد که قسمت بالای بدنش را آزاد کند. اما امکان نداشت که در هیچ جهت حتی یک سانتی متر هم به خود تکان بدهد. در این هنگام حتی صفحه ساعت را هم فراموش کرده بود. و آنچه که میخواست این بود که عکس را در میان انگشتانش نگه دارد یا حداقل آن را ببیند. فریاد زد. پس وجود داره. اوبراین گفت نه. در طول اتاق به راه افتاد. یک محفظه ی کاغذ باطله روی دیوار روبرو دیده میشد. اوبراین در آن را برداشت و یک لحظه بعد تکه روزنامه بدون اینکه دیده شود در میان هوای گرم داخل لوله مشغول پیچ و تاب بود و به سرعت نابود میشد اوبراین دوباره به سمت او بازگشت خاکستر شد حتی خاکستر هم نیست تبدیل به ذرات شد وجود نداشت هرگز وجود نداشته اما وجود داشت وجود داشت تو حافظم وجود داره من اونو به یاد میارم تو به یاد داری اوبراین گفت من چیزی به خاطر نمیارم قلب وینستون فرو ریخت این فکر مضاعف بود احساس بیچارگی مرگاوری کرد اگر می توانست مطمئن شود که اوبراین دروغ میگوید موضوع چندان اهمیتی نداشت اما امکان زیاد داشت که اوبراین واقعا عکس را فراموش کرده باشد اگر چنین بود او انکار به یاد داشتن عکس را هم فراموش کرده و خود فراموش کردن را هم به نوبه خود به فراموشی سپرده بود. انسان چطور می توانست باور کند این کار فقط یک حق بازی ساده است؟ شاید همین جا به جا شدن دیوانه کننده ی یادها و خاطرات که در داخل مغز صورت می گرفت واقعا امکان پذیر بود و همین فکر بود که وینستون را شکست می اوبراین بالای سرش ایستاده متفکرانه به او نگاه می بیش از همیشه حالت معلمی را داشت که میخواهد با تحمل رنج شاگرد شرور و غیر قابل کنترل و در عین حال مستعدی را تربیت کند. گفت یک شعار حزبی در مورد کنترل گذشته وجود داره. لطفا اونو بگو. وینستون اطاعت کرد. هر که گذشته را کنترل می کند آینده را نیز کنترل می کند. و هر که حال را کنترل می کند گذشته را نیز کنترل می کند. اوبراین در حالی که سرش را با تعنی و به علامت موافقت تکان میداد گفت: هر که گذشته را کنترل می کند آینده را نیز کنترل می کند. وینستون آیا معتقدی که گذشته موجودیت واقعی داره؟ بار دیگر احساس بیچارگی بر وینستون مسلط شد. چشمانش به ساعت خیره شد نه فقط نمیدانست که نه یا آری کدام یک او را از درد نجات خواهد بخشید بلکه حتی نمیدانست که خودش واقعا به کدام یک از این دو جواب عقیده دارد و آن را صحیح میداند اوبراین لبخند ضعیفی زد و گفت وینستون خیال نمی کنم به ماورا و طبیعه عقیده داشته باشی تا این لحظه به مفهوم واقعی موجودیت و وجود توجه نکرد من روشنتر و دقیقتر برات شهر میدم. آیا گذشته مثل یک قطعه فولاد و سیمان در فضا موجوده؟ آیا جایی یا دنیایی که اشیا و موجودات اون واقعی و قابل لمس باشند وجود داره که گذشته هنوز در اون رخ میده؟ نه. پس اگه گذشته وجود داره کجاست؟ در اسناد اوراق در اسناد بایگانی و دیگه کجا؟ در حافظه در حافظه ی انسان در حافظه بسیار خوب ما یعنی حزب تمام پرونده ها و مدارک و تمام حافظه ها رو کنترل می کنیم. پس ما گذشته رو کنترل میکنیم اینطور نیست وینستون بار دیگر در حالی که برای یک لحظه ساعت را فراموش کرده بود فریاد زد اما آخه چطور میتونین مردم رو وادار کنین که حوادث گذشته رو به یاد نیارن به یاد آوردن حوادث غیر اختیاریه از حوزه تسلط شخص بیرونه چطور میتونین حافظه رو کنترل کنین؟ شما نتونستین منو کنترل کنی. قیافه اوبراین بار دیگر در هم رفت. دستش را بار دیگر روی ساعت گذاشت و گفت برعکس این خود تو هستی که اونو کنترل نکردی. به همین علتم هم هست که به اینجا اومدی. تو رو برای این به اینجا آوردن که نتونستی دیسیپلین شخصیت رو حفظ کنی. به تسلیم که بهای عقله عقل دست نزدی. ترجیح دادی که دیوونه بمونی و در اقلیت بمونی. اما وینستون یک مغز با انضباط و دیسیبلینه میتونه واقعیات رو ببینه. تو عقیده داری که واقعیت چیزی خارجی و قابل لمسه که به نفس وجود داره. همینطور معتقدی که خاصیت واقعیت اینه که خودش خودش رو آشکار میکنه. وقتی به خودت تلقین میکنی که چیزی رو میبینی فکر میکنی که همه مردم هم همونو میبینن. اما باید به تو بگم که واقعیت یک امر خارجی نیست. واقعیت فقط در مغز انسان و نه جای دیگه ای وجود داره اما نه در مغز افراد که میتونن اشتباه کنن و خیلی زود از بین میرن بلکه در مغز حزب که اشتراکی و زوال ناپذیره هر چیزی که حزب حقیقت بدونه حقیقت همونه غیر ممکنه که جز از دریچه چشم حزب حقیقت رو بشه دید. وینستون حزب حقیقتیه که باید دوباره اون رو یاد بگیری. و البته این کار احتیاج به خود شکستن و یک تصمیم و اراده جدی داره. قبل از اون که بتونی عاقل بشی باید خودت رو تحقیر و کوچیک چند لحظه مکس کرد. گویی میخواهد آنچه که گفته است در مغز وینستون نشست کند. آنگاه ادامه داد. یادت میاد که در دفترچه خاطراتت می نوشتی که آزادی عبارت از آزادی اعلام این حقیقته که دو دوتا چهارتا چهار تا میشه. بله. اوبراین دست چپش را در حالی که کف آن رو به زمین بود به طرف وینستون گرفت. یک انگشت را پنهان کرد. چهار انگشت دیگر را دراز کرده بود. چند انگشتم رو دراز کردم؟ چهار تا. و اگه حزب بگه که چهار نیست بلکه پنجه اون وقت چند بازم چهار تا. اما گفتن این کلمه با درد شدیدی توام شد. اغربه ساعت به پنجه و پنج رسیده بود. سراسر بدن وینستون مالامال از عرق شد. با در ریش رو به چرخیدن کرد و به صورت ناله های انگیزی از گلویش بیرون آمد. وینستون حتی با فشار دادن دندان ها هم نتوانست از خروج صدای ناله جلوگیری کند. اوبراین همانطور که چهار انگشتش را به طرف او گرفته بود و به او نگاه می کرد اقربه را عقب کشید. اما درد فقط به میزان کمی تخفیف پیدا کرد. وینستون چند انگشت؟ چهار اغربه دوباره به شست رسید. وینستون چند انگشت چهار چهار غیر از این چی میتونم بگم چهار فکر کرد که اغربه باز هم جلوتر رفت اما او دیگر نگاه نمیکرد. صورت در هم رفته و عظیم اوبراین و چهار انگشت او حوزه دید چشمانش را پر کرده بود انگشتان مثل ستونهای طولانی، عظیم و محو در مقابل چشمانش خود نمایی می کرد و به نظر می رسید که نوسان می کند. اما بدون تردید و به نحو غیر قابل اشتباه چهارتا تا بود. وینستون انگشتا چند است؟ چهار بسه بسه چطور میتونی این همه منو زجر بدی چهار چهار انگشتا چند تاست پنج 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 نه وینستون این فایده نداره تو دروغ میگی هنوزم خیال میکنی انگشتا چهار تاست خواهش میکنم وینستون انگشتا چند تاست چهار پنج چهار هرچی تو بگی فقط بس کن این درد و متوقف کن ناگهان دید که نشسته است و اوبراین دستش را به دور شانه او حلقه کرده است شاید برای چند لحظه از هوش رفته بود بندها از بدنش باز شده آزاد شده بود احساس سرمایه شدیدی کرد سراسر بدنش به نحو غیر قابل مقاومتی می لرزید. دندانهایش به هم می خورد و اشک از گونه هایش سرازیر بود. برای یک لحظه مثل یک بچه خود را به اوبراین چسباند و عجیب اینجا بود که گویی بازوی سنگین اوبراین که روی شانش قرار گرفته بود به او آسایش و آرامش می بخشید. چنین احساس می کرد که اوبراین حامی اوست و درد چیزی است که از خارج از یک منبع دیگر به بدن او سرازیر می شود و فقط اوبراین است که می تواند او را از این درد شدید نجات بدهد. اوبراین با آرامی گفت فینستون تو خیلی کنزهن ذهن هستی. خیلی به کندی یاد میگیری. وینستون در حالی که به شدت به گری افتاده بود گفت چی کار کنم؟ نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. چطور میتونم چیزی رو که جلوی چشمانم قرار گرفته نبینم؟ تو دو, دو تا چهار تا میشه. بعضی وقتها، بعضی اوقات پنج میشه. بعضی وقتها سه میشه. بعضی وقتها در عین حال هم پنج هم سه هم چهار باید کمی بیشتر به خودت زحمت بدی عاقل شدن کار آسونی نیست وینستون را دوباره روی تخت خواب گذاشت و بدن او را دوباره به تخت محکم کرد اما درد بدنش را ترک گفته و لرز نیز متوقف شده بدنش را سرد و ضعیف به جا گذاشته بود. اوبراین به مرد سفید پوشی که در تمام این مدت بدون حرکت گوشه اتاق ایستاده بود اشاره کرد. مرد سفید پوش روی وینستون خم شد. به دقت چشمهای او را نگاه کرد، نبزش را گرفت، گوشی را به نقاط مختلف سینهش گذاشت، با انگشت به اینجا و آنجای بدنش ضربه زد و بعد سری به علامت موافقت تکان داد. اوبراین گفت دوباره. درد دوباره به بدن وینستون جاری شد. احتمالا اقربه به هفتاد و هفتاد و پنج رسیده بود. این بار دیگر چشمهایش را بسته بود. هنوز هم می دانست که انگشت ها همان چهارتا است. همان چهارتا. آنچه که مهم بود این بود که تا هنگامی که این درد و تشنج ادامه دارد زنده بماند. متوجه نبود که آیا نعره و فریاد می کشد یا نه. درد دوباره تخفیف یافت و او چشمهایش را باز کرد. اوبراین اقربه را به عقب کشیده بود. وینستون انگشتا چند تاست؟ چهار فکر می کنم چهار تاست. اگه میتونستم حتما پنج تا دیده بودم. دارم تلاش میکنم تا شاید اونها رو پنج تا ببینم. واقعا میخوای چی کار کنی؟ آیا میخوای منو قانع کنی که اونها رو پنجتا تا میبینی؟ یا میخوای واقعا اونها رو پنج تا ببینی؟ میخوام واقعا پنج تا ببینم. اوبراین گفت دوباره. شاید اغربک به هشتاد و یا نود رسیده بود. وینستون فقط به طور نامرتبی می توانست علت وقوع درد را به یاد بیاورد و در پشت پلک های چشمانش که به هم فشرده و پیچیده شده بود جنگلی از انگشتان میدید که با حرکات خاصی میرقصیدند در هم فرو میرفتند پشت یکدیگر ناپدید میشدند و بار دیگر آشکار می گشتند. سعی داشت که آنها را بشمرد ولی به خاطر نمی آورد که برای چه میدانست که نمیتواند آنها را بشمارد و این امر هم به خاطر تشابه مرموزی بود که بین پنج و چهار وجود داشت. درد بار دیگر از میان رفت و وقتی چشمهایش را باز کرد متوجه شد که همان چیزی را که قبلا میدید میبیند. تعداد بیشماری انگشتان دست مثل درختان متحرک به سرعت از این سو به آن سو در حرکت بودند. و دائما به یکدیگر پیچ میخوردند و از میان یکدیگر میگذشتند دوباره چشمهایش را بست وینستون چند انگشتم را دراز کردم نمیدونم نمیدونم اگه دوباره اقربه رو جلو بکشی منو میکشید چهار پنج شیش به شرافتم قسم نمیدونم چه بهتر سوزنی به بازوی وینستون فرو رفت و تقریبا در همان دقیقه یک گرمای مطبوع و لذت بخش در سراسر بدن او پخش شد درد را تقریبا فراموش کرد چشمهایش را باز کرد و با قیافه متشکر به اوبراین چشم دوخت. تماشای قیافه جدی و پرچین اوبراین قیافه زشت و باهوش او قلبش را دگرگون کرد. اگر می توانست دستش را دراز می کرد و بازوی اوبراین را فشار می داد. هیچگاه تا این حد نسبت به اوبراین احساس علاقه و محبت نکرده بود و این احساس علاقه و محبت فقط به خاطر قطع درد نبود. آن احساس قدیمی احساسی که دوست یا دشمن بودن اوبراین در آن تأثیری نمی کرد بازگشته. اوبراین کسی بود که می توانست طرف صحبت و محبت قرار بگیرد. شاید هم شخص آنقدر که به تفاهم احتیاج داشت به محبت و علاقه محتاج نبود. اوبراین تا سرحد دیوانگی او را زجر داده بود و مسلما امکان داشت که در ظرف مدت کوتاهی او را به مرگ بفرستد. اما تفاوتی نمی کرد. به نحو خاصی احساس می کرد که روابطش با اوبراین حتی از دوستی و رفاقت هم عمیقتر است. با هم صمیمی بودند و با آنکه کلام لازم بین آنها رد و بدل نشده بود، این امکان وجود داشت که در نقطه هم را ببینند و با یکدیگر صحبت کنند. اوبراین از بالا به او نگاه می کرد و در قیافش حالتی دیده میشد که گویی در مغز او هم همین افکار میگذرد. وقتی شروع به صحبت کرد لحن صحبتش آرام و دوستانه بود. وینستون میدونی کجا هستی؟ نمیدونم ولی میتونم حدس بزنم تو وزارت عشق. میدونی چه مدتیه که اینجایی؟ نمیدونم. چند روز، چند هفته. خیال میکنم چند ماه باشه. و خیال میکنی که ما مردم برای چی به اینجا میاریم؟ برای اون که وادار به اعترافشون بکنی. نه علتی نیست سعی کن بفهمی که زجرشون بدین اوبراین فریاد زد نه صدایش فوقلاده تغییر کرده بود و صورتش ناگهان در هم رفته و حالت دشمن را پیدا کرده بود ادامه داد نه نه برای اون که اعتراف بگیریم و نه اون که زجرشون بدیم بذار بگم برای چی تو رو به اینجا آوردیم برای معالجه برای اون که عقل به سرت برگردونیم. وینستون آیا متوجه این نکته هستی که ما هر کسی رو که به اینجا میاریم قبل از معالجه کامل مرخص نمی کنیم؟ ما به اون جنایات ابلهانه‌ای که تو مرتکب شدی اهمیت نمیدیم حزب به اعمال خلاف رویه چندان توجهی نداره. اونچه که مورد توجه ماست فقط فکره. ما دشمنان خودمون رو فقط خورد نمی کنیم بلکه اونها رو عوض میکنیم. آیا منظور منو میفهمی؟ فهمی؟ به روی وینستون خم شده بود. صورتش به علت نزدیکی زیاد عظیم و به علت اینکه از پایین دیده میشد به نحو وحشت آوری زشت به نظر می رسید. از این گذشته سرشار از هیجان و شور و شوقی شده بود که به حد دیوانگی نزدیک بود و از اطمینان فوقالعاده او به هوش و ذکاوت خودش ناشی میشد بار دیگر قلب وینستون در هم ریخت. اگر می توانست در تخت فرو می رفت و خود را در آن مخفی می کرد. تقریبا مطمئن شد که اوبراین از فرط شور و بیارادگی اقربه ساعت را دوباره خواهد پیچاند. اما در همین هنگام اوبراین سرش را برگرداند. چند قدم در طول اتاق برداشت و بعد با شوق و حرارت کمتری ادامه داد. اولین چیزی که باید بدونی و بفهمی اینه که ما اینجا شهید درست نمیکنیم درباره تعقیب‌های مذهبی که در گذشته اتفاق افتاده مطالبی خوندی. در قرون وسطا دستگاه انگیزیسیون و تفتیش عقاید وجود داشت اما به نتیجه ای نرسید. تلاش انگیزیسیون این بود که کفر رو از میان برداره ولی اونو دائمی کرد چون به جای هر یک نفر کافر یا مخالف مذهبی که به تیر میبست و میسوزوند هزاران کافر جدید ایجاد میشد علت چی بود؟ علت اون بود که تفتیش عقاید دشمنان خودش رو در ملع عام و در حالی که هنوز کافر بودن میکشت. در واقع اونا رو به این علت میکشت که کافر بودن. مردم به خاطر اینکه دست از عقایدشون بر نمی داشتن به پای مرگ می رفتن و طبعا افتخار نصیب کشته شدگان و شرم و سرفکندگی نصیب دستگاه تفتیش عقاید که اونها رو میسوزون میشد. بعد در قرن بیستم حکومت هایی که اونها رو مطلقه مینامیدن دست به چنین کارهایی زدند. از جمله این حکومت ها حکومت آلمان نازی و روسیه کمونیست بودند. روزها تخلف از عقاید روز رو حتی شدیدتر از تفتیش عقاید مجازات میکردن و فکر میکردن که از گذشت پند گرفتن. اما در هر حال میدونستند که نباید شهید بسازند. برای همین قبل از اون که مجرمین رو به پای محاکمه بکشونن به کمک روش های دقیقی سعی می کردن که غرور و خودخواهی اونا رو خورد کنند با شکنجه و تنهایی اونها رو اونقدر فرسوده می کردن که به صورت موجودات قابل تنفر ضعیف و بیچارهی در می اومدن و اونچه رو که به اونها گفته میشد، اعتراف می, شد، می کردن. به خودشون ناسزا میگفتند خودشون رو متهم میکردند همدیگر رو لو میدادند زوزه میکشیدند و طلب رحم میکردند اما بعد از گذشت چند سال واقعه دوران گذشته تکرار شد. دوباره مرده ها به صورت شهدا در اومدن و تحقیر و تنزل روحی و اجتماعی چند سال قبلشون فراموش شد. علت تکرار وقایع گذشته چی بود؟ علت اولش این بود که اعترافات محکومین به طور روشن و آشکاری اشتباه و با فشار گرفته شده بود. اما ما دوچار چنین اشتباهی نمیشیم. تمام اعترافاتی که اینجا میگیریم حقیقیه. یعنی ما اون رو حقیقی میکنیم. از همه مهمتر اینکه ما اجازه نمیدیم مرده ها دوباره بلند شنو. علیهمون قیام کنند. وینستون این فکر رو که آیندگان انتقام تو رو میگیرن باید از سرت بیرون کنی. زیرا آیندگان هرگز چیزی درباره تو نمیشنوند. چون ما تو رو پاک و پاکیزه از جوی تاریخ میگیریم و تبدیل به گاز میکنیم و در فضای بی انتها رها میکنیم. هیچ چیز از تو باقی نمیمونه. نه یک اسم در دفتر آمار، نه یک خاطره کوچیک در ذهن یک فرد بشری. تو چه در گذشته و چه در آینده مزمحل میشی. چنانکه گویی هیچ وقت وجود نداشتی. وینستون با یک نوع تلخی زود گذر و ناگهانی فکر کرد که پس برای چه درد سر زجر دادن مرا به خود می دهد. اوبراین گویی آنچه که وینستون فکر می کند از دهانش بیرون آمده است پاهایش را به هم زد. چهره زشتش در حالی که چشمهایش ریزتر به نظر می رسید نزدیکتر آمد و گفت فکر می کنی حالا که ما می تو رو کاملا و به نحوی که هر چی که بگی یا بکنی کوچکترین تفاوتی ایجاد نکنه از بین ببریم چرا در چنین صورتی اول زحمت بازجویی از تو رو به خودمون میدیم؟ درباره این موضوع فکر میکنی نه؟ بله. او لبخندی زد. وینستون، تو یک عضو نامناسب و ناقص سازمان اجتماع هستی. لکه ای هستی که باید از بین بری و پاک بشی. همین الان نگفتم که ما با دستگاه های تفتیش عقاید و تعقیب کنندگان دیگه فرق داریم؟ ما به اطاعت منفی یا تسلیم ناشی از بیچارگی راضی نمیشیم. وقتی بالاخره به ما تسلیم میشی این تسلیم باید ناشی از میل و رضایت خودت باشه. ما مخالفین رو به این علت که مقاومت میکنن از بین نمیبریم. در واقع تا وقتی که به مقاومت ادامه میدن از بین نمیرن. ما اونها رو تغییر شکل میدیم. از عقاید قبلی منحرف میکنیم. فکر و ذهنشون رو تسخیر میکنیم و شکل جدیدی به اون میدیم. تمام افکار بد و تصورات و خیالات رو از مغزشون بیرون میکشیم و اونها رو به سمت خودمون میکشیم. نه فقط به صورت ظاهری، بلکه به صورت کاملا حقیقی از نظر روحی و فکری پس مخالفمون رو قبل از اینکه بکشیمش یکی از خودمون میکنیم برای ما قابل تحمله که در هر نقطه جهان یک فکر خطاکار هر قدر ضعیف و بیارزش و سری وجود داشته باشه حتی در لحظه مرگ هم ما نمیتونیم هیچ انحرافی را اجازه بدیم. در روزگار گذشته منحرفین از عقاید روز و کفار در حالی که هنوز به عقایدشون پایبند بودند به طرف چوبه دار می‌رفتند. اکثرا به عقیده خود افتخار می‌کردند. و از اینکه در راه عقیدهشون کشته میشن ابراز شادی و مسرت میکردن حتی محکومین روسیه هم در همون حالی که در انتظار گلوله بودن درون ذهنشون شورش و انقلاب رو محبوس کرده بودن. اما ما مغز رو قبل از اون که منفجر کنیم کامل میکنیم. فرمان حکومت های مطلقه قدیمی این بود. نباید بکنی. حکومت های مطلق جدید می گفتن. باید بکنی. فرمان ما اینه. تو هستی. هیچ کس نیست که به اینجا بیاد و در مقابل ما بیسته و مقاومت کنه. همه رو میشوریم و پاک و تمیز میکنیم. حتی اون سه نفر خائن بیچاره رو هم که تو روزی به بیگناهیشون معتقد بودی یعنی جونز، آرونسون و روترفورد رو هم بالاخره در هم شکستیم. من خودم توی بازجویی از اونها شرکت کردم. میدیدم که تدریجا فرسوده میشن، زوزه میکشن، روی زمین میخزن و گریه میکنن. و بالاخره در آخر گریه اونها ناشی از ترس و درد نبود بلکه به خاطر پشیمانی واقعی بود وقتی کارها تموم شد از اونها فقط پوست انسان باقی مانده بود در اونها جز تأسف از اونچه که کرده بودند و عشق و علاقه به برادر بزرگ چیزی به جا نمونده بود. واقعا تماشای شدت علاقهشون جالب توجه بود. التماس میکردند که هرچه زودتر اونها رو تیرباران کنیم تا با مغزها و قلبهای پاک و قبل از اینکه دوباره این قلبها و مغزها کدر بشن بمیرن. صدای اوبراین تدریجا به صورت یک صدای رویایی درآمده بود شوق و شور و آن هیجان دیوانوار هنوز در چهرهش دیده میشد. وینستون پیش خود فکر کرد که او تظاهر نمی کند. دورو نیست. بلکه به هر کلمه از آنچه که میگوید مؤمن و معتقد است. آنچه که وینستون را بیش از هر چیز تحت فشار قرار میداد، توجه و آگاهی به ضعف و حقارت فکری و روحی خودش بود. به بدن سنگین و در عین حال با لطفی که دائما به این سوانسو می رفت و از نظرش محو و دوباره آشکار میشد نگاه کرد اوبراین آدمی بود که از هر جهت از او بزرگتر هر فکر و عقیده که به مغز وینستون راه میافت برای او براین کهنه بود و او مدتها پیش درباره آن فکر کرده تجربه کرده و آن را رد کرده بود. مغز اوبراین مغز وینستون را هم شامل بود. در این صورت چطور ممکن بود که اوبراین دیوانه باشد؟ خود او وینستون بود که دیوانه بود اوبراین توقف کرد و از بالا به او خیره شد صدایش دوباره جدی شده بود وینستون فکر نکن که اگر به طور کاملی که نشه بهش شک داشت به ما تسلیم بشی میتونی خودت رو نجات بدی. هر کسی که یک بار خطا کرده مسون نمیمونه و حتی اگر اجازه بدیم که در خارج زندگی عادی رو ادامه بدی هنوز هم قادر به فرار از دست ما نیستی چیزی که اینجا به سرت میاد و برات اتفاق میافته برای همیشه است قبلا متوجه این نکته باش ما تو رو طوری خورد میکنیم که ازش بازگشتی نخواهد بود وقایعی به سرت میاد که نمیتونی اثراتش رو از وجود خودت هیچ وقت حتی اگه بتونی هزار سال هم زندگی کنی پاک کنی هیچ وقت قادر به احساس اون چه که افراد عادی و معمولی حس میکنن نخواهی بود در درون تو همه چیز میمیره دیگه هیچ وقت قادر به عاشق شدن، دوستی، شادی، خنده، کنجکاوی و شجاعت نخواهی بود. به صورت یک آدم تو خالی در میای. اونقدر فشارت میدیم تا خالی بشی و اون وقت تو رو با خودمون پر میکنی. مکس کرد و به مرد سفید پوش اشاره نمود. وینستون متوجه شد که یک دستگاه بزرگ به کنار سر او می آورند. اوبراین کنار تخت نشسته بود طوری که سرش در سطح سر وینستون قرار داشت. از بالای سر وینستون به مرد سفید پوش گفت سه هزار. دو صفحه که اندکی مرتوب بود به پیشانی وینستون چسبید. وینستون لرزید. دردی شروع شد اما این درد از نوع جدیدی بود. اوبراین تقریبا با حالت دوستانه و گویی میخواهد او را مطمئن کند دستش را روی دست وینستون گذاشت و گفت این بار دیگه اذیتت نمیکنه. چشماتو به چشمهای من خیره نگهدار در این لحظه یک انفجار عظیم یا چیزی که شبیه انفجار بود صورت گرفت اما معلوم نبود که آیا صدایی هم برخواسته است یا نه ولی بدون تردید یک نور شدید برق مانند به چشم به وینستون صدمه ای وارد نیامد ولی او همانطور که روی تخت دراز کشیده بود چنین تصور کرد که او را ناگهان به آن وضع دراز کردند. یک ضربه وحشتاور بی درد او را روی تخت پهن کرده بود در داخل سرش هم چیزی اتفاق افتاده بود به محض اینکه چشمهایش دوباره توانست قدرت دید روشن خود را باز یابد به یاد آورد که کیست و کجاست و بعد چهره ای را که به چهرهش خیره شده بود شناخت اما احساس می کرد که نقطه وسیعی از مغزش خالی شده است گویی چیزی از مغزش بیرون آورده بودند اوبراین گفت تول نمیکشه. به چشمای من نگاه کن. اوشینیا با چه کشوری در جنگه؟ وینستون به فکر فرو رفت. میدانست که منظور از اوشینیا چیست و میدانست که خودش یکی از اتباع این کشور است. به همین نحو کشورهای ایستیشیا و اوراسیا را هم به یاد می آورد. اما این نکته را که چه کشوری با چه کشوری در جنگ است به یاد نمی آورد. یادم نمیاد. اوشینیا با ایستیشیا در جنگه. حالا یادت اومد؟ بله. اوشینیا همیشه با ایستیشیا در جنگ بوده. از اول زندگی تو از هنگام شروع فعالیت حزب از اول تاریخ همین جنگ ادامه داشته اینها رو به یاد میاری؟ بله یازده سال پیش تو در فکر خودت افسانه ای درباره سه مرد که به جرم خیانت به مرگ محکوم شدن ایجاد کردی تظاهر کردی که تک کاغذی به دست آوردی که بیگناهیشون رو اثبات میکنه چنین تکه کاغذی هرگز وجود نداشته. این فکر رو تو از هیچ به وجود آوردی و بعد هم تدریجا بهش ایمان و اعتقاد پیدا کردی. آیا حالا اون لحظه ای رو که این فکر رو در مغز خودت ایجاد کردی به یاد میاری؟ بله. همین چند لحظه پیش من دستم رو به طرف تو دراز کردم و تو پنج انگشت دیدی. آیا این رو هم به یاد میاری؟ بله. اوبراین دست چپش را در حالی که انگشت شست آن را پنهان کرده بود و چهار انگشت را دراز کرده بود در مقابل وینستون گرفت. من پنج انگشت در مقابل تو گرفتم. آیا پنج انگشت رو میبینی؟ بله. در واقع وینستون برای یک لحظه کوتاه انگشتان را به همان تعداد چهار دید. ولی پس از گفتن جواب آخر ناگهان منظره و دید مغزش تغییر یافت. ابتدا پنج انگشت دید و هیچ چیز هم تغییر شکل نیافته بود و مسخ نشده بود. ولی بعد همه چیز به حال عادی برگشت. همان ترس قدیمی، تنفر و آشفتگی بار دیگر به مغزش هجوم آورد. لحظاتی بر او گذشته بود که مدت آن را نمیدانست شاید سی ثانیه شاید هم بیشتر در طی این مدت اوبراین با هر جمله جدیدی که می گفت محفظه های خالی مغز او را پر می کرد. و هرچه او می گفت به صورت حقیقت مطلق در می آمد. در آن مدت دو دو تا بر حسب انتظار و احتیاجی که او داشت ممکن بود سه یا پنج بشود. اما این حالت حتی قبل از آن که اوبراین دستش را بیاندازد محو شده بود. وینستون با آنکه نمی توانست آن را باز یابد می توانست آن را به خاطر بیاورد و درست مثل خاطره بسیار دوری بود که مربوط به زمانهای گذشته و دورانی باشد که انسان در آن شخصیت دیگری داشته و اینک آن شخصیت را به کلی از دست داده است. اوبراین گفت حالا میبینی که به هر حال چنین چیزایی امکان داره؟ اوبراین با رضایت خاطر ایستاد. وینستون از بالای سرش دید که مرد سفید پوشت آمپولی را شکست و پیستون سرنگ را عقب کشید. اوبراین در حالی که لبخندی به لب داشت رو به وینستون کرد و تقریبا با همان طرز رفتار قدیمی عینکش را روی بینی جابجا جا کرد و گفت یادت هست که در دفتر خاطراتت می نوشتی که برای تو فرق نمی کنه که من دشمنت باشم یا دوستت. زیرا در هر حال انسانم و حرف تو رو می فهمم و تو میتونی با من صحبت کنی؟ بله همینطوره من از صحبت کردن با تو لذت میبرم وینستون. روح و مغز تو رو میپسندم مغز و روح تو شبیه روح و مغز منه و تنها فرقی که وجود داره اینه که تو دیوانه هستی. قبل از اینکه این جلسه رو تموم کنیم تو میتونی اگه میل داشته باشی چند سوال از من بکنی وینستون پرسید با جولیا چه کار کردی اوبراین دوباره لبخندی زد و گفت وینستون اون بهت خیانت کرد بلا فاصله و بدون کوچکترین مقاومتی. به ندرت کسی رو دیدم که اینطور به سرعت به طرف ما برگرده اگر اونو ببینی دیگه نمیشناسیش تمام اون حالت انقلابی، حماقت و فریبخوردگی و کسافت مغزی اونو ترک گفته کاملا عوض شده بدون نقص و درست مثل نمونه هایی که در کتاب های درسی ازشون صحبت میشه اونو شکنجه دادی؟ اوبراین به این سوال جواب نداد و گفت سوال بعدی آیا برادر بزرگ واقعا وجود داره؟ البته که وجود داره. حزب وجود داره و برادر بزرگ حزب رو مجسم میکنه. آیا برادر بزرگ به همون نحوی که من وجود دارم وجود داره؟ اوبراین گفت تو دیگه وجود نداری. بار دیگر احساس بیچارگی بر وینستون مسلط شد. استدلالی را که عدم وجود او را ثابت می کرد و یا می توانست تصور کند. ولی این استدلال بی معنی بود. بازی با کلمات بود. آیا جمله تو وجود نداری شامل یک نوه حماقت منطقی نبود؟ اما گفتن این نظریات چه فایده ای داشت؟ روحش از تصور بحث دیوانوار و سوالات بلا جوابی که اوبراین به کمک آن او را مزمحل می کرد به لرزه درآمد اما به هر حال با یک نخستگی خستگی و عدم توجه گفت من وجود دارم من متوجه وجود و هویت خودم هستم من به دنیا اومدم و خواهم مرد من بازو و پا دارم و یک فضای معینی از زمین رو اشغال کردم و هیچ موجود دیگه ای نمیتونه در آن واحد جایی رو که من اشغال کردم اشغال کنه. حالا آیا برادر بزرگ با توجه به این استدلال و نظریه وجود داره؟ این نظریات اهمیتی نداره وینستون و برادر بزرگ وجود داره. آیا برادر بزرگ هرگز می میره؟ البته که نه چطور ممکنه بمیره؟ سوال بعدی. آیا سازمان اخوت وجود داره؟ وینستون این نکته رو هرگز نمیفهمی. اگر بعد از اون که کارمون با تو تمام شد، تصمیم به آزادیت گرفتیم و اگر بعد از آزادی 90 سال دیگه هم عمر کنی، باز نمیفهمی که جواب این سوال مثبت یا منفی. تا وقتی که زنده هستی این موضوع به صورت یک معما در مغز و فکرت باقی میمونه. وینستون ساکت ماند. سینهش با سرعت بالا و پایین میرفت. هنوز موضوعی را که در ابتدا به فکرش رسیده بود سوال نکرده بود. تصمیم گرفته بود که این سوال را مطرح کند اما چنین به نظر می رسید که زبانش قادر به ادای کلمات لازم نیست. نشانه ای از یک لبخند حاکی از تفریح و استهزا بر چهره اوبرای نمودار شده بود. حتی به نظر می رسید که از عینکش هم یک شعاع استهزا و تنه منعکس است. وینستون ناگهان به خود گفت که او می داند. حتما می داند که من چه می خواهم بپرسم. و در همان حال که این فکر به مغزش می رسید کلمات از دهانش بیرون پرید. در اتاق شماره 101 چیه؟ حالت قیافه اوبراین تغییری نکرد. با لحن بدون احساسی جواب داد. تو میدونی که در اتاق شماره 101 چیه؟ همه میدونن که تو اتاق یک چیه؟ انگشتش را بلند کرد و به مرد سفید پوش اشاره ای کرد. ظاهرا جلسه تمام شده بود. آمپولی به بازوی وینستون تزریق شد و او تقریبا در همان لحظه به خواب عمیقی فرو رفت.